بیننده‌های گرامی، باز هم در خدمتتان هستیم و باز هم در بخش روانشناسی یک روانشناس خیلی خوب، دکتر جوان و موفق را با خود داریم. آقای دکتر بلال پوهان، یکی از جوانان موفق و یکی از دکترانی که در رشته روانشناسی فعالیت میکنه در استودیو با ما است و امروز قرار است روی هدف و زندگی و یعنی زندگی و هدف و اینکه اهداف در زندگی چه نقشی داره، خب به این مسائل صحبت‌های می داشته باشیم با آقای پوهان. آقای پوهان، خوش آمدین، صبحتان بخیر و امیدوار هستم خوب صحتمند سر حال باشید. تشکر برام خداوند مهربان و ثروت بخش. درود سلام خدمت شما دوستان عزیز، خدا کند تک تکتان جور و صحتمند باشید. بلال پوهان هستم با برنامه ویژه امروزی و اظهار امتنان تشکر میکنم از شما که من را در با برنامه خود دعوت کردین تا گفتشینو در مورد این که چطور هدف و زندگی خوب داشته باشیم صحبت خواهیم کرد. خب میشه موضوع را باز کنیم و بریم سر سوالات، چه ربطی میتونه هدف با زندگی و یا زندگی با هدف داشته باشه؟ خب یک حدیث که میگه زندگی به هدف، یعنی انسان مرده ای هست. به این دلیل که انسان باید به اساس یک هدف، یک مقصد در زندگی خود فعالیت کند، بالخصوص حتی روزی که صبح از خواب میخیزد یک هدف تعیین کند. و ما هدف در جامعه امروزی خود، خوشبختانه بگوییم یا بدبختانه بگوییم، که در جامعه امروزی ما هدف و موفقیت دوستان ما به یک چشم دید میکنند، یعنی نگرششان درباره هدف و موفقیت یکی است، الان که در بین تفاوت‌های زیادی وجود دارد. هدف به معنی نشانه ای که انسان تعیین میکند، یعنی او موافقتی که انسان واقعی میخواد با او به دست بیاره، و موافقت به معنای دی که یک راه یا جاده ای که یک فرد میخواد در او راه قدم بانه و یک انسان موفق شمرده شود. و در هدف ما تصمیم گیری واقعا خیلی رول خوب خدا داره و تصمیم گیری ما روی موافقت های ما رول خدا داره. میگه انسانایی که تصمیم واقعی دارن اونا 50% روی اهداف خود رسیدن یا 50% موفق هستن روی هدفی که تعیین میکنن. و جوانان امروزی ما هدف تعیین میکنن، باید بدانن چی گونه هدف تعیین کنن. یک جوان باید 3 گونه هدف داشته باشد، 3 رقم هدف داشته باشد: 1 هدف طویل مدت، 2 هدف کوتاه مدت، 3 اهداف روزمره. هدف طویل مدتش باید یک هدف پر از انگیزه باشد. شخصا خودم میخوام هدف طویل مدت خودم بگویم بر دوستانم، میخواهیم که یک روز رهبر ملت خود باشم تا بر همه ملت خود از دل و جان خدمت خود را کنم. اهدافی کوتاه مدتی می است که ما باید یک استاد خوب در پخش خود یا در پانتونه های لندن یا در پانتونه های امریکا، بلخصوص در پانتون افغانستان و ممشا و پانتون کابل بهترین جای است. این اهداف کوتاه مدت است و نمرات خوب در سمستروار، در دوران سمستروار پانتون خود بگیرم تا که بتوانم اهداف کوتاه مدت خود را به خود برسانم یا خود را برش برسانم. 3 اهداف روزمره. هر انسان روزمره باید به خود هدف داشته باشد، حتی که از خواب میخیزد. این همی خودش یک هدف است. به خودم هدف روزمره میاد که تقسیم اوقات روزمره خود را چطور ما فعالیتش را انجام بدم. میخوایم چند تاشن ما پانتون برم، در کدام وقت، وقت کارم است، کدام وقت تفریحم است، و غیر از این مطالعه بیرونی باید من چی داشته باشم. و با دوستای خود، بالخصوص که در زندگی امروزی ما یک چیزی بسیار مهم شده که ارتباط است، ما باید روی ارتباطات خود توجه خاص کنیم. خیلی دوستان ما هستن هدف تعیین میکنن، مطالعه میکنن، درس میخوانن، بیشتر از همه جلوه میکنن در زندگی خود، اما در ارتباط خود کمزور هستن. یعنی انسان به خاطر رسیدن به هدف خود در جامعه امروزی فقط 2 چیز ضرورت دارد و این را برشان میگم قبل از اینکه جهان امروزی را 2 چیز کنترل میکنند: یکی اقتصاد، 2 ارتباط. اگر میخواهید که اقتصاد ارتباطتان قوی شود، این به اساس 2 چیز دیگه کنترل میشه که یکیش علم است، دومش عقل است. پس در مجموع میداریم که شکر عقل همه ما و شما داریم دستن. یعنی کمبودی چی است؟ کمبود علم است. باید ما در علم خود پابند باشیم، گسترش بدیم، باید کوشش کنیم، تحصیل کنیم و اینمی زندگی است که ما را میرسانه. بسیار عالی، خیلی توضیحات خوب. در بین میخواستم چند سوال بپرسم که شما یک سوال صحبت کردین، من گوش گرفتم. بعضی انسان ها هستن هدف تعیین کردن، مثلا میخوایم که دکتر شو، میخوایم انجینیر شو، ولی مثلا هدف به طرف راست است و اینا به طرف چپ روان هستن و خلاف کار خود کار میکنن، خلاف هدف خود کار میکنن و دوستم دارن به هدف برسن. چگونه میتونن به هدف برسن؟ خب بهترین نکته رو اشاره کردن که واقعا این در زیادتر جوان افغانستان ما دیده میشه که چشم دید خدا برتان میگم. انسان ها از روی اهداف تعیین کردن یا از روی فعالیت های زندگی روزمره خود به 3 دسته تقسیم میشه: 1
انسانایی که همیشه وقت فکر کامیابی دارن دقیق و عمل ندارن. اینا انسانایی هستن که واقعا نمیرسن به هدف خود و اهدافشان مثل یک خواب برشان باقی میمانه. دوم، انسانایی که و اراده دارن لیکن فکر کامیابی ندارن. مثلا افراد نظامی ما، یک جنرال نظامی ما اگر بگوید فتح میکنن، اگر بگوین عقب نشینی اونا اراده دارن. سوم، کدام افرادی هستن؟ افرادی که خوی خواص رهبریت دارن. چطور ما آدم یک رهبر ما رفتار کنم؟ او افرادی است که هم فکر کامیابی دارن و هم عمل کامیابی، یعنی هم اراده دارن هم فکر کامیابی. به این دلیل گفتم میتونیم کسایی که روی هدف خود هدف تعیین میکنن، دوستان عزیز ما براتون میخوایم واضح بگویم که انسان باید بزرگ فکر کند. بزرگ فکر کردن اولین قدم به هدفهای ماست، لیکن دوم قدم باید کوچک آغاز کند. دقیقا. همه اهداف بزرگ با آغاز کردن قدم کوچک آغاز میشود. و قدم سومی که اگر عمل نکنید واقعا مطمئن باشین که تأخیر عمر برای شما اهدافتان مثل خوابها باقی میماند و میشه رنج میبرید از هدفی که تعیین کردید. یکی از دوستای ما میگفت برای برقرار کردن یک تماس باید از صفر شروع کنید. از صفر شروع بعد مراتب و در مجموع در انسانها، انسانهایی که البته هدف تعیین میکنند، انسانهای دست فیصد که ما سنجش بتیم، 92% انسان ها به هدف خود نمیرسند. 8% از اونا به هدف خود میرسند. به دلیل از اینکه او انسان ها را گفتم که و بعضشان اما تو تصمیم دارن لیکن کوشش ندارن. دقیق. کوشش دارن اما هدف ندارن. هدف دارن اما راست از فکر ندارن. به این اساس و این انسان هایی که اگر میخواین که برسن روی اهدافشان، یگانه نقطه موفقیت این است که هدف تعیین میکنند، هدف خود را بی‌وقفه دنبال کنند و بعد از او تلاش. روانشناسان میگویند که 99% تلاش روی اهداف ما را به موفقیت میرساند، یعنی به هدف ما میرساند، و 1% چانس. انسان اگر به این عقیده باشد که ما همیشه وقت چانس در زندگی میایم و ما از چانس ها باید استفاده کنم و بهانه جویی کند، دوستان عزیز همیشه وقت ذهنتان دنبال بهانه جویی است. فرض مثال میگه پسر کاکایت در امریکاست، در یک شهرش زندگی میکنه یا در شهر واشنگتن دی سی یا نیویورک یا کالیفرنیا میگه زندگی میکنه، او میتونه به اهداف خود برسه. پرسان کنه برادر تو چرا؟ میگه بچه کاکایم در امریکاست خوب تحصیل میکنه و ما که در افغانستان هستم نمیتونم. چرا؟ در افغانستان مشکلات است. خب تو یک مشکل نام بگی که برات دامنگیر شده باشه. میگه هیچ مشکل دامنگیرم نشده. پس که نشده کمبود دیگه است که تو اراده آهنین نداری. دوستان عزیز اگر میخواهید که با اهداف واقعی زندگیتان پی ببرین، باید اراده داشته باشین. بسیار. اراده یک نقطه واقعی زندگی است که هر انسان را روی هدفش واقعا به یک نقطه اوجش میرسه. همین پیرامون و جای به خصوص چهار طرف چقدر نقش دارن در هدف ما. حالا ما کمی با او آدمایی که امریکا را با افغانستان مقایسه میکنن موافق هستم. ما یک مثال دادم. ما موافق هستم نسبت به او. مثلا در افغانستان اگر بنشینی و اراده تی باشه که در کانادا کار مثبت کنی، من فکر کنم که کمی دور از دسترس است و باید از اینجا آغاز کنی. بعضی افراد هستن خودشان در اینجا هستن، هدفشان آنقدر دور تعیین میکنن که مطمئنا اگر کل عمر هم بالای از او کار کنن شاید به نقطه پایانی نرسن، شاید در نقطه وسط یا کمی نزدیک به وسط برسن. حالا چهار طرف ما، پیرامون ما، افراد ما، جایی که ما زندگی میکنیم چقدر در هدف و رسیدن به هدف ما نقش دارند؟ خب این سوال شما برمیگرده به اینکه خصوصیات یک هدف خوب، یعنی اگر ما میخواییم یک هدف تعیین کنیم چی خصوصیات داشته باشد؟ دقیقا. ابتدا هدف خود را که تعیین میکنیم واقعی بینا نباشد. واقعی بینا نه چی کار؟ دقیقا. ما افغان هستم، همه نفوس افغان هم میتونم دستش هم با دست بیارم، هم دلش هم با دست بیارم، یعنی با ما هم دست شده میتونن هم دل شده میتونن. یک دلیل دیم همی است که هم افغان بودن ما، دوم تحصیلات بهتر ما میتونن ما رو به نقطهش برسانن. دوم خصوصیات هدف خوب این است که یک جوان در زندگی خود که هدف تعیین میکنه همیشه وقت بر روی یک برنامه ریزی داشته میباشه. دوستان عزیز اگر اهداف بزرگ در زندگیتان دارید، هیچ هدف ضعیف نیست، درست است، میدانم همگی به هدف خود احترام بیشتری قائل است، اما اگر میخواهید که از اهداف واقعیتان در زندگی پی ببرید پس یک برنامه ریزی 10 ساله داشته باشید. برنامه ریزی 10 ساله شما را به هدف زندگیتان میرساند. ببینید مثال میتونم، اگر 10 سال قبل شما یک برنامه ریزی بر فعل حال خود می داشتید، یعنی تا که امروز می رسیم، یعنی روز اخیر سال دوامتان می بود، واقعا شما در این نقطه نمی بودید که حال فکرش می کنید.
یعنی اگر هدف تعیین میکنیم، وقت تعیین کردن با هدف ما بسیار یک نقطه مهم است. و برمیگردیم به شما که گفتین که جامعه چقدر رول دارد. واقعا جامعه رول خود را دارد. خب ما به خاطر از این یک توصیه دارم به جوانان ما که اگر یک جوان میخواد به هدف خود برسه، نظر به اجتماع و فامیل و زندگی که داره، یعنی میرنجا که چطور فامیل ما را تشویق نمیکنه، چطور در جامعه ما کسایی هستند که ظلم بر شان داد میزنیم، همیشه به ما اونا تاخیر میکنن که برو تو کار کو، برو بزنس کو، برو تجارت کو، پدرت به این هدف ضرورت داشت، فامیلت هدف داشت، در منطقه تان کسی تو یک هدف داشت که تو یک فکر داری. اما نه، فکر شما برمیگرده به این که شما در مورد خود چی نگرش دارید. فکر زگاه به این برمیگرده کنا در مورد خود چی نگرش دارن. پس اگر ما نگرش مثبت به خود داشته باشیم، میره بدانیم باید که اعتماد به نفس خوب داریم. اعتماد به نفس شما را میرساند. و ما سه توصیه دارم درباره ازی که اگر میخواید در اجتماعی زندگی کنید، با موافقت خود برسید و یک انسان موفق معرفی شوید. ببینید، در تنهایی شما باید افکارتان را کنترل کنید و در خانه اگر میخواید که با فکر آرام زندگی کنید و همه را به دست بیارین دلشه، شما باید در خانه گفتار خود را کنترل کنید. خیر رول دارد، بالخصوص در مقابل پدر و مادر و والدین برادر کلام. اگر ما گفتار خود را کنترل نکنیم، اگر یک رئیس جمهور هم باشیم، واقعا ما یک انسان بد معرفی میشیم. سوم نکته ای که در جامعه باید رفتارهای خود را کنترل کنیم. اگر ما مطمئن باشیم، اگر رفتار خود در جامعه کنترل کنیم، ما به هدف خود میرسیم و همیشه وقت همه گیده مقابل ما نگرش مثبت داشته میباشه. خود داشتن فکر مثبت در درون برازی که بر اهداف برسیم چقدر مهم است. به دلیل از اینکه بیشتر افراد هدف دارن ولی چنان منفی باف هستن که خودشان دست و پای خود را با افکار منفی خود میبندن و نمیتونن به هدف برسن. و برای داشتن افکار مثبت چه باید بکنیم؟ خب موضوع است، یکی خواست های درونی انسان است که بر خود انسان معلوم میباشه، یکی خواست های بیرونی انسان است که بالخصوص اگر کسی دیگه سرش نفهمه فامیلش میفهمه. فرض مثال عروسی، این یک جنبه است که فامیل اگر یک عضو دیگری خود ببینه درک میکنه که این آدم برای چی نیاز داره یا خواست دی چی است. موتر خوب، خانه خوب، تحصیل خوب، این خواستای بیرونی انسان شد. خواستای درونی انسان به این معنی که انسان بر از او یک تعهد با خود داشته میباشد. و انسانای مثبتگرا همیشه وقت در جامعه مثبت باقی میمانند، انسانای منفیگرا همانقدر منفی باقی میمانند. روانشناسان میگویند که شما اغلب در آینده با آن چیز، یعنی با او هدف خود رسیدید، یعنی با او سرنوشت زندگی دوچار خواست شدین که اغلب فعل حال شما بالای او زیادتر فکر میکنید. یعنی فعل حال با کدام چیزی که فکر دارید آینده تان امان خواهد بود. چه زیبا، بسیار مقبول روانشناسا میره میگوین. و ما باید نگرش مثبت به دلیل ازی داشته باشیم. ببینید، در زندگی انسان همنشین خوب خیلی رول بالا داره. دقیقاً همنشین خوب و شوق علمی با افراد که واقعا است یک شخصیت علمی خوب برخوردار هستند. مثلا استادای پانتون، هر مفکوری از ما یک مفکوری علمی است. مثلا یک دوست ما که وظیفه داره یا دوستای دیگر ما دیگر افکار مثبت میتونیم که رویش یک نقطه زیبای دیگر بگوییم که دوستان عزیز، شما کوشش کنید که همیشه وقت مثبت فکر کنید، به دلیل ازی که انسانای مثبتگرا همیشه وقت به اهداف خود میرسن. و شما اگر یک فرد را میبینید که همیشه منفیگراست یا با یک فرد دیگری، با یک شخص دیگری شما روبرو میشوین، شما همیشه وقت کوشش نکنید که نقاط منفیش را فورا درک کنید. نه خیر، همیشه وقت نقاط منفیش را صرف نظر و باید با خود نقاط مثبت را جذب کنید. ببینید، انسان در حالت به خاطر فایده خود فکر میکنه. دقیقاً فایده ایم چطور است؟ پس فایده شما دمی بوده میتونه که شما بهتر از همه مثبت فکر کنید و نقاط مثبت دیگران را به خود بیارید. و در این راست یک نقطه دیگر مهمه که است، مطالعه خیلی رول دارد. انسان از زندگی با خبر میکند. اگر علمای ما برق را با وجود نمی آوردن، تکنولوژی را نمی آوردن، حال ما در یک تاریکی بسیار گودالای بیلمی رفت آمد می‌داشتیم. صحبت های ما را هیچ کس نمی‌شنید. والا صحبت های ما را هیچ کس نمی‌شنید. یک گپ واضحه. یک تلویزیون نمی بود و برق نمی بود. به این دلیل میتونیم که ما همیشه مثبت فکر کنیم به خود. هم نشین انسان در زندگی انسان خیلی رول دارد و ارتباط انسان و دیگه ای که همیشه به هدف خود اگر پابند بود، بی‌وقفه دنبال کرد، او خودش در حقیقت مثبت گرا میشه. سپاس، صحبت های خیلی خوب و شیرین. بحث بسیار کلان بود ولی فرصت خیلی اندک. آخرین گفتنی شما. پیام، حرفی اگر مانده باشه. پیام من به جوانان اینمی است که جوانان عزیز، اگر میخواین که به اهداف واقعی زندگیتان پی ببرین،
شما روحی شکست ناپذیری و واکنش سریع در مقابل مشکلات داشته باشید. اگر شما روحی شکست ناپذیری داشتید، مطمئن هستم یک روز به هدفتان میرسید. دقیق. اما برسان بازم میگم. در اخیر شما اگر میخواهید هدف زندگیتان را تعیین کنید، باید بفهمید پروسه هدف تعیین کردن. پروسه هدف تعیین کردن سه پروسه است. یکی، کی و در کجا هستم؟ یعنی من کی هستم و در کجا هستم؟ دوم، میخوایم به کجا برم؟ سوم، به خاطر رسیدن به آنجا چی باید کرد؟ و جهان سپاس از شما. سپاس از شما هم پوهان گرامی که آمدین و صحبت خیلی خوبی داشتین. امیدوار هستم موفق باشین و اهدافی که مطمئناً در زندگی دارین با اونا برسین و یک روز ما از اینجا تماس بگیریم، بگیم یکی از استادان دانشگاه آمریکا آقای دکتر بلال پوهان را داریم. سپاس از شما. ممنونتون. خب بینندگان گرامی، صحبت های خوبی داشتیم در مورد هدف و زندگی. امیدوار هستم که زندگیتان پر از و مملو از اهداف نیک باشه و زندگیتان سرشار از انرژی مثبت باشه. فکر مثبت داشته باشین، زندگی پر از زیبایی هاست. وقتی کوتاه میگیریم، در ادامه با ما باشین و ادامه برنامه.